مردم ایران طی سالیان گذشته مشکلات اقتصادی فراوانی را تجربه کردند. حالا این مشکلات به خرید میوه رسیده تا جایی که مصرف میوه در این کشور 50 درصد کاهش یافته است. گزارش همکارم علی اکبری رو با هم میبینیم. ایران کشوری چهار فصل با میوه‌های متنوع و طبیعتی فراگیر اما مردم این کشور به دلیل کاهش توان خرید نمی توانند آنگونه که باید از این مواهب استفاده کنند. در همین راستا رئیس اتحادیه بارفروشان در ایران گفته میزان عرضه سیفیجاد در میادین افزایش یافته اما از سوی دیگر تقاضا کاهش یافته است. دارایی نژاد علت کم شدن تقاضا را کاهش پنجاه درصدی قدرت خرید مردم عنوان کرد. ای همچنین با اشاره به وفور انواع پیاز در میادین گفت در زمین ارزه سیب زمینی و پیاز با مشکلی مواجه نیستیم او ادامه داد پیاز در اصفهان تبریز و بندر به اندازه کافی تولید می شود و همکنون بیش از نیاز داخلی پیاز در انبارها موجود است دارایی نجات با اشاره به کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی برخی سیفیجات و سبزیها در میادین تصریح کرد هویج کاهو کاهو پیچ شلغم گل کلم در روزهای اخیر افت قیمت را تجربه کردند وی در عین حال از آن نمود که این کاهش قیمت ها نتوانسته عدد بزرگ کاهش خرید مردم را پاسخگو باشد این فعال اقتصادی تصریح کرد این کاهش توان خرید تا آنجا پیش رفته که میوه هایی از قبیل پرتغال، کیوی، انار، سیب و نارنگی در میدان مانده است وی در عین حال مدعی شد که قیمت میوه ها در شب یلدا افزایش چندانی نخواهد داشت دارایی نژاد با بیان اینکه از 20 آذر میوه های شب یلدا در میدان عرضه خواهند شد تصریح کرد قیمت انار بنا به کیفیت مشخص می شود به عنوان مثال قیمت انار ساوه کیلوی 10 تا 18 هزار تومان قیمت انار شیراز از کیلوی 15 تا 23 هزار تومان و قیمت انار دماون کیلوی 25 تا 30 هزار تومان در میدان خرید و فروش می شود. وی با اعلام قیمت انواع هندوانه نیز گفت قیمت هندوانه ساکاتا کیلوی 5 هزار تومان و قیمت هندوانه بیزی صادراتی کیلوی 6 تا 7 هزار تومان است. او مشخص نکرد که این قیمتها با چه میزان افزایش به دست مصرف کنندگانی میرسد که به گفته خود او دیگر توان خرید میوه هم ندارند تعداد زیادی از مردم در ایران به دلیل تورمهای شدید بسیاری از مایحتاج زندگی خود مانند گوشت و مرغ و میوه را از سبد خانوار حذف کرده و یا کاهش دادهاند این حذفها و کاهش ها که به فراخور تورم های به وجود آمده در سال های گذشته و اکنون با نوسانات افزایش مختلفی همراه بوده است می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد جامعه ای که از کمبود دارو نیز رنج می برد